امروز تو 2 دقیقه میخوایم خودمون رو لاتاری آمریکا ثبت نام بکنیم، لاتاری 2026، بدون اینکه بخوایم به کسی پول بدیم، پول الکی، پول زور. تو 2 دقیقه خودتون میتونید ثبت نام بکنید، خیلی راحت، خیلی ساده. من الان تو سایتش میرم به شما نشون میدم که ببینید چقدر راحته. حتی درست کردن عکس هم کاری نداره، با گوشی خودتون عکس بندازین از خودتون و اونو آپلود کنید. بهتون میگم که با اپلیکیشن چجوری بتونید اون عکس رو درست کنید، با گوشه خودتون عکس بگیرید، اون عکس رو درست کنید. بعضی موقع اروری که میده میگه حجم عکس بالاست، باید عکستون با زیر 245 مگابایت باشه. به خاطر همین یه اپلیکیشن هایی هم هست که میتونید بریم حجم عکس رو کوچیک کنید. تو سایتش هم میریم به اونم نشون میدیم، خیلی راحت. الان میخوایم با هم ببینیم که چجوری میتونیم تو لاتاری آمریکا خودمون ثبت نام کنیم، بدون اینکه پول بریم بدیم به کافینت، بریم بدیم به اون، به اون. خیلی راحت ثبت نام میکنیم. الان با هم پس میریم تو سایت، به تو سایت بهتون نشون میدم. خب بچه، اولین کاری که میکنیم وارد سایت لاتاری میشین، دی وی پروگرام. من چیزیش رو تو کپشن براتون میذارم. وارد سایت میشین، اینجا گزینه که کار داریم، من خیلی ساده میخوام توضیح بدم. گزینه که کار داریم یعنی این فوتو، میتونید اینجا عکستون رو که گرفتین قبلش که امتحان کنین، اینجا میتونید مدل عکس و این چیزهایی که نگاه اینجا مثلا من براتون برم، باز بکنه. انقدر سایت شلوغه الان دم لاتاری، به خاطر همین خیلی دیر باز میکنه. اینجا نمونه عکس ها رو براتون گذاشته که عکس ها باید چجوری باشه. شما میتونید اینجا بعد اگر بخواید مثلا عکستون رو امتحان بکنید، این گزینه رو میزنید، اینجا میتونید عکستون رو آپلود بکنید، یه عکس بذارید، بعد ببینید که عکستون درسته یا نه. حالا ما برمیگردیم. خب اینجا ما این گزینه سبز رو کار داریم، گزینه سبز رو میزنیم، بگین اینتر. از شما اینجا یه کد میخواد که بفهمیم شما ربات نیستیم. این کد رو وارد میکنیم، XT. خب کد که وارد کردیم، این اصلی ترین چیز همینجاست که همه اشتباه میکنن. لطفا اینجا رو دقت کنید، اینجا 1 ساعت وقت دارید این فرم پر کنید. وقتی که 1 ساعت تموم شد دوباره بعد از اول شروع کنید، ولی 1 ساعت وقت دارید این 13 تا گزینه رو پر کنید. ببین اولی نمیشه last family name، فامیلیتون رو میخواد. اینجا اشتباهی اسم رو نزنید، اینجا فامیلی رو میزنی، اینجا اسمتون رو میزنید. ما همه باید چیز بکنیم، ما که اسم چیز نداریم، نیکنیم نداریم، مثلا اسم مستعار نداریم. اینجا اینو نو میزنید و حالا مرد میزنید، تیک میزنید. این گزینه 3 شما باید ماه تولد رو بزنید اولیش، یعنی اشتباه روز رو نزنید. اینجا ماه رو میزنید، اینجا روزو میزنید، بعدش هم که سال، شهری که متولد شدید و اینجا می نویسید. گزینه 5 کشوری که متولد شدید و می نویسید. اینو بذارید رو گزینه یس بمونه. اصلا با این کار نداریم، ما اصلا با این کار نداریم، اصلا نمیخوام توضیح بدم چون گیج میشید. همه بعد اونو نو یس بزنن. اون گزینه رو میزنید، not your most intern country from، اون گزینه yes باشه دیگه با این کار نداریم. نو بزنید، اینجا باید دوباره اینو بزنید. این اینجا عکسه، روی این میزنید، بعد عکستون رو بذارید، یه عکس از خودتون بذارید. حالا عکسش هم بهتون توضیح میدم چجوری، بعد اونو آخر ویدیو بهتون میگم چه اپلیکیشنی رو نصب کنید که بتونید عکستون رو در بیارید. میرسیم قسمت 8، آدرس. اینجا هم زیاد اصلا سخت نگیرید، اصلا زیاد مشکل نیست، خیلی راحته. بعضی از سایت ها میتونید بزنید آدرستون رو انگلیسی در بیارید، یا یعنی اینکه خودتون همونجوری مثلا زده خیابون شقایق، همون رو می‌نویسید دیگه، استریت شقایق. بعد این روبروی نمیدونم نبشه، اینا رو میتونید حذف بکنید تو این آدرس، چون آدرس ها اینجا کلا یه خیابون رو میگی با کد پستی دیگه، آدرس در میاد. اینجا هم میتونید همین کار بکنید، حتی تو آدرس اینجا می نویسید خیابون فلان فلان فلان، پلاک فلان. این اونایی که نمیشه آپشنال ما باش کار نداریم، اصلا مهم نیست. سیتی شهرتون رو می زنید، مثلا کرجین می زنید کرج. اینجا استانتون رو بزنید، می زنید البرز.
حالا این نمونه است که کرج و البرز، خودتون ببینید چه هری هستید. اگه کد پستی داشتید که کد پستی اینجا وارد میکنید، اگه نداشتید میزنید نو. کشورتون هم که میزنید، این آدرسی که دارید مال کدوم کشوره، میزنید ایران. اینجا ازتون میپرسه که کشوری که الان دارید زندگی میکنید کجاست. کشوری که الان زندگی میکنید خب قطعا ایران دیگه که این آدرس رو دادید. اگه کشور دیگه بودید، مثلا ایرانی بودید تو آلمان یا افغانستانی بودید تو مثلا آلمان، تو هر جا، اینجا اون کشور رو میزنید، اون کشوری که زندگی میکنید الان میزنید. شماره هم باز آپشناله، میتونید شماره رو بدید یا ندید. اینجا ایمیل رو مینویسین، این خیلی مهمه، ایمیل رو حتما 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 یه جا سیو بکنید، یعنی یه جا بنویسید، چون میدونم که ایرانی ها از ایمیل استفاده نمیکنن، ایمیلشون رو گم میکنن، رمشون رو گم میکنن. این مهمترین چیزه، روی کاغذ هم قبل ثبت نام بنویسید این ایمیلتون رو، رمزتون رو، یا تو تلگرامتون سیو کنید یا تو دفترچه گوشتون سیو کنید. این خیلی مهمه. دوبار اینجا ایمیل رو میزنید، اینجا تاییدش میکنید. اینجا ازتون مدرک تحصیلی میخواد، کمترین مدرک تحصیلی که نیازه برای لاتری دیپلمه. شما بعد از دیپلم بزنید، اینجا دیپلمه شما، ما با این گزینه ها کار داریم. دیپلم دبیرستان تموم کردی یا نکردی؟ دیپلم میزنین. اگر هنوز دیپلمتون تموم نشده، 6 ماه دیگه مدرک میگیرید، میتونید بزنید دیپلم، تا 6 ماه دیگه مدرکشو میگیرید دیگه، چون کمترین چیزش دیپلم. کسی هم که فوق دیپلم لیسانسه میتونه این یونیورسیته تو بزنه، این برای فوق دیپلم، برای کاردانی هم قبوله. بعد دیگه اگه بالاتر هستید که بزنید دیگه، دکترا هستید، اگه فوق لیسانس هستید، مستر، اینا رو میزنید. اینجا اگه متأهلین یا مجرد، اینجا اگه مجردی میزنید اون مرید، اگر متأهلین، اینجا میگه متأهلین و همسرتون سیتیزن آمریکا نیست، یا اینجا میگه که همسرتون سیتیزن آمریکا یا هست. اینجا میگه اگه نیست بزنید همسر دارید، میزنید مثلا من همسر دارم، یا میزنید من دارم همسرم مثلا آمریکا سیتیزنه، یا جدا شدم، یا همسرم مرده. اینم یه گزینه‌ایه که اصلا به درد ما ایرانی نمیخوره، یعنی دو نفر هستن که از هم جدا زندگی میکنن ولی طلاق نگرفتن به دلیل تو ایران، فکر نکنم اینجوری چیزی باشه. خب اون مرید میزنید مثلا مجرد، اینجا صفر رو میزنید، اینجا حتما باید بزنید بچه دارید یا ندارید. وقتی مجردید باید صفر رو حتما بزنید، بعد کانتینیو رو میزنید، میره تمام مراحل انجام میشه، بهتون یه دونه کد میده. اون کد رو باید عکس بگیرید، 10 جا بنویسید، به نظرم اسکرین شات کنید، عروش عکس بگیرید، فلان کنید. اون خیلی مهمه، اون مرحله بعد که میاد دیگه تمومه. اینو که میزنید کانتینیو میشه، مرحله بعد براتون تمام چیزایی که زدین، تمام چیزایی که نوشتین میاد، نگاه میکنید اگه جای غلط نداشتین، غلط املایی نداشتین، تاریخ رو درست زده بودین، یه تایید میکنید، بهتون یه کد میده. اون کد رو، اون صفحه عکس بگیرید، اون کد رو حتما داشته باشید که بعداً که جواب بیاد برای شما ایمیلی چیزی نمیاد که آقا شما قبول شدی بیا برو مثلا لاتاری برنده شدی بیا برو آمریکا. شما باید خودت بیای تو همین سایت اون کد رو بزنی ببینی قبول شدی یا قبول نشدی. پس اون کد خیلی مهمه، اون کد رو به کسی ندین، دست کسی ندین، به کسی هم ندین ثبت نام، کاری نداره. الان تو یه دقیقه کلا اسم و فامیل رو میخواد، آدرس رو میخواد، با مدرک تحصیلی، با یه عکس، دیگه چیزی نداره. کسی که نتونه این فرم رو پر کنه خب دیگه آمریکا نباید بره به نظرم. من الان از دیروز تا حالا برای 100 نفر پر کردم. خیلی راحت، اصلا انگلیسی هم بلد نباشین راحت میتونید پر کنید اینو. یه عکس عروش بگیرین، ترنسلیت کنید، تموم شه بره. من خودم این الان انگلیسی، آلمانیش هم نکردم، میتونستم. منم انگلیسیم زیاد خوب نیست ولی خب من خودم پر کردم دیگه. همین دیگه، دیگه این چیزی نداشت. یه اپلیکیشن بهتون معرفی میکنم برای عکس، بهتون گفتم آخر ویدیو بهتون یه اپلیکیشن معرفی میکنم برای عکس. من خودم این اپلیکیشن استفاده کردم، با این خودم با دیوار سفید پشتم عکس گرفتم، رفتم تو این اپلیکیشن ID فوتو. ببینید این اپلیکیشن همه جور چیزی داره. الان مثلا این عکس 3:4 میتونید بگیرید، پشتتون سفید باشه، پشتتون تیره باشه، پشتتون قرمز باشه. ما برای لاتاری اینو میخواییم. این رو این کلیک میکنید، بهش میگه عکس به من بده. حالا من مثلا یه عکس گرفتم، بهش میدم، ببینید چقدر قشنگ درست میکنه. الان مثلا من یه عکس کنار دیوار گرفتم، اینو من
یه ذره کاتش میکنم، مربعش میکنم که اندازه عکس لاتاری بشه. یه تبلیغ میاد، اون تبلیغ رو باید نگاه کنید. خب الان منتظریم که این عکس، ببینید این عکس رو الان داد به ما، همین کافیه برای لاتاری. پشتمون رو این چقدر قشنگ سفید کرد، حالا با اینکه پشت دیوار من اینجوری رده رده کاغذ دیواریه، با همین حال این عکس، حالا من این عکس رو الان برای نمونه گرفتم چون خودم از خودم گرفتم، زیاد جالب نشده، ولی شما میتونید به این نفر بدید از اون عکس بگیره، بیاین تو این اپلیکیشن، تموم سنش هم سندش میکنید و بعد میبرید اونجا. این کارم میتونید، لاتاری هم میتونید با گوشی هم ثبت نام بکنید، یعنی با لپتاپ اگه نداشتید نداشتید، با همون برید تو سایت که براتون دیسکریپشن میذارم، با همون میتونید راحت لاتاری رو با گوشی هم ثبت نام کنید، عکس رو ببرید اونجا، تموم. فقط دو تا چیز مهم که داشت، یک این بود که اسم و فامیل رو جابجا ننویسید، دو تاریخ تولدتون رو جابجا ننویسید، ماه و روز رو، سه این ایمیل رو حتما یادتون بمونه، وگرنه چیز دیگه ای نداشت. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه، اگه به دردتون خورد لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. آخر ویدیو هم میخوام یه دونه آهنگ براتون پخش کنیم و تمام. یه آهنگ با هوش مصنوعی ساختم، اگه دوست داشتید این آهنگ رو که من با هوش مصنوعی ساختم، اگه خواستید یاد بگیرید که چجوری میشه با هوش مصنوعی هر آهنگی که بخواید بسازید، تو کامنت ها بنویسید که بهتون بگم که چجوری میشه با هوش مصنوعی هر آهنگی که دلتون بخواد متن بهش میدید، یا آهنگ توی 5 ثانیه بهتون یه آهنگ باحال تحویلتون میده. تا ویدیو بعدی، خدافظ. سلام به همه دوستای خوبم، اینجا با مهرداد و جعفری، وای عجب دور هم جمعی، اگه این ویدیو رو دوست داشتی هم روی دوی حساب بزن و نترسم. هی همیشه هم رو تو میمونم با کلی ویدیو جذاب و باحال، فقط کافی ساب کنی عزیزم در این سفر کنار هم تا آخر سال. ساب کن ساب کن کانال ما رو، ساب کن همیشه با هم باشیم، خوب و بدش با هم باشیم. ساب کن ساب کن کانال ما رو، ساب کن جزئی از این خانواده بشو. خاطرهای خوب بسازیم چه قشنگ، هر ویدیو یه لبخند، دوباره بمون کنار ما با دل همون سنگ. وداعه جذاب برنامه های خاص، لحظه به لحظه با شما همیشگی، این کانال فقط برای شماست، عشق و محبت تا ابد جاودانیم. ساب کن ساب کن کانال ما رو، ساب کن همیشه با هم باشیم، خوب و بدش با هم باشیم. ساب کن ساب کن کانال ما رو، ساب کن جزئی از این خانواده بشو. هم